بفهمو شهریار، بفهمو اون موقع صدات کردم نبودی، بفهمو الان. تشکر، شنیدم کار داشتم وقتی در حقیقت. خیلی ممنون، تشکر از اینکه منو بردیم بالا. یه چیزی که من بگم، من چند تا چیز دارم، البته خیلی سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، هر کدوم که سوال کردین بعد من واسهتون باز میکنم. یکی اینی که سیستم برق رو کاملا شما میتونین از هر که دوست دارین از قطع کنین، خب به این صورت شما میتونین سیم نخ نایلونی ماهیگیری هستا، نخ نایلونی ماهیگیری رو میتونین راحت بندازین روی سیم برق، بعد ته نخ رو، اون سر نخ رو اگر بکشین تهش رو بست کنین به یه سیم لخت، بعد این سیستم این روی سیمای برق که میرسه، یعنی اون رو بکشین پایین، اون سیم لخت رو میکشین بالا، بعد میرسه وصل بشه به سیما، چی میگن کورت سلیپنگ میشه، شورت میشه، این شورت باعث میشه شورت سرکت میشه، مدار کوتاه، برق منطقه ها قطع میشه، یعنی شما اینکه به ضرر مردم، این خط این به ضرر مردم نمیشه، نه شما بستگی داره کجا رو میخوای قطع بکنی، میدونی مثلا میدونی همه جا رو نمیخوایم قطع کنیم، ولی یه جاهایی ضروری میشه که شما دوست دارین قطع بکنیم. خب ببین یه چیزی نگی مردم یه کاری بکنن برق بگیره بمیرن. نه سعی سیم نایلونی باشه برق فشار قوی هم نمیگیرتشون، شما نگران نباش. اون که دستشون یه دفعه بخوره به یه، میخوام مثلا حواسشون نباشه دارن کار میکنن، دستشون بخوره به یه چیزی برق نه، بگیره. سیم فلزی که لخته باید کوتاه باشه، چون سیما معمولا 7 متر 8 متر تو هوا هستن، ولی باید به اندازه‌ای باشه که مثلا 1 متر نیم 2 متر باشه که روی اون سیمای دیگه وقتی اینا رو می‌کشن بالا بیفته. ولی سیم، ولی کلا به نظرم دست به برق اگه تجربه ندارین دست به برق نزنین یه دفعه. اونایی که یه خورده آشناتر هستن راحت میتونن این کارو بکنن. خب این یک، حالا این چیز چی میگن خیلی سریع مثلا بگم میشه. بعد کلا من یه از اینای دیگه که دارم اینه که کلن سیستم برق، آدمایی که تو شرکت برق کار میکنن و اینا خیلی مهمه که آدم بتونه بیارتشون توی اعتراض و توی اعتصابات در آینده نزدیک. الان شما میتونین تو شهر باشین و آتش سوزی و فلان میسارا این اتفاقا بیفته و شهر رو قولی خیابونا رو قرق بکنین، ولی این در دراز مدت کار نمیکنه. خب دراز مدت اینه که شما زیر پای سیستم رو خالی بکنید. زیر پای سیستم خالی کردن با از بین بردن سیستم برقه، نه که سیستم بر، منظور اینه که اعتراضات و اعتصابات دستگاه و آدمایی که تو برق کار میکنن رو شروع بکنن. خب کلن اعتصابات رو باید زیاد بکنن. شاید جون کلن راهکارات برقیه دیگه، بله مسئله فقط برق هم نیست، مسئله اینه که شما کامیوندارا، ترانسپورت کامیوندارا رو هم سعی کنن داخل اعتراضات اعتصابات بکنن. چرا؟ چون شما وقتی کامیوندارا حرکت نکنن خیلی از این سیستمای اقتصاد وای میسه. خب این مسئله استوپ اقتصاد، این باعث میشه که اگر من نمیدونم، شما هیچ کدوم شاید زمان شاه نبودیم، ولی زمان شاه یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد. سفیر انگلیس توی کاخ شاه بود، بعد اتفاق که افتاد برق همون لحظه رفت. این واسه انگلیس که داشتم تلویزیونم نشون میداد همون موقع برق رفت که تو کاخ تاریک شد، این واسه انگلیس مسجل شد که این حکومت دیگه نمیتونه وایسه. میدونی شما باید این رو خیلی تلقین، یعنی نشون بدین که مردم واقعا بلند شدن واسه که این حکومت رو ساقط کنن و به این حکومت دیگه روش نمیشه حساب کرد. روزی که تمام کشورها بفهمن روی این شروع میکنن زیر پای این حکومت رو خالی کردن، همین کاری که با شاه کردن. خب ولی یه مسئله که هست به نظر من الانه، اونایی که دارن اعتراضیون تو خیابون ایناش باید شروع کنن الانه خودشون لیدر انتخاب کنن، خودشون لیدر سازی بکنن، لیدرها همدیگر رو پیدا بکنن،
و خودشون یه ارگانیزیشن واسه خودشون. چون به نظر من اینا به نظر میاد خیلی کارهایی که دارن میکنن خودش اینتلیجنته، واقعا اینتلیجنته. تا اونجایی که من فیلم ها رو دیدم و کم دیدم یه کارهایی دارن که میکنن خیلی جالب. این چیز همون یه لحظه بانی داره تو لایوچت یوتیوب بانی داره حرف شما رو تایید میکنه، میگه قطعی برق خیلی کاربردیه، ایشون داره درست میگه. اوکی ادامه بدید. آره بعد شما بعد اینو در نظر بگیرین، یه چیز دیگه سوخت و انرژی خیلی مهمه که سوخت و انرژی اولا انقدر باید سوخت و انرژی رو روش کار بکنن و حالش در دراز مدت، یعنی در مثلا 3 ماه 4 ماه اینجوری هوریزونت، شما در نظر باید بگیرین که اعتصاب سیستمای نفتی، یعنی اونا باید بین حالا کلن واسه به وجود آوردن این اعتصابات، یا شما اعتصابات توی سیستمای نفتی هم مثلا توی انقلاب 57 هم برای خیلی تاثیر گذاشت، تو موثر بود. بله بله دقیقاً. حالا شما از طریق همین ارگانیزیشنی که لیدرها به وجود میارن، یا میتونن اونا رو قانع بکنن بیان خودشون اعتصاب بکنن، یا اینی که شیمشون بکنه، همچنان که شما الان دارین شیم میکنین بسیجی ها رو، دارین شیم میکنین اونایی که اسلحه میکشن، اونایی که مردم با تیر میزنن، اونا رو هم اگر شیم بکنین، چون ملت نمیخوان شیم باشن، به اعتراضات خودشون وصل میکنن. الان شما نگاه کنین این مهران مدیری، من اصلا ازش خوشم نمیاد، آدم جالبی نیست، ولی ببینین این اعتراضات باعث شده این الان اینجوری حرف میزنه. اگر یعنی از ترس اینی که خب اینا این اعتراضات اگر به نتیجه برسه، که من فکر کنم تا هم الان نتیجهش خیلی عالیه، در دراز مدت هم نتیجه دراز مدتش هم خیلی عالیه، میدونی؟ آره به مهران یه لحظه مهران مدیری مثال خوبیه. خب مثلا فرض کنین که از این شخص هم بدتون میاد، یعنی که فکر کنین این شخص هست به باد دیگه، این مثلا الان دیگه همه چی داره یه طرف دیگه میره، الان به خاطر این داره به شما میپیوده، مهم نیست، بر احساسات خود غلبه کنید، برید روی سوشال میدیا اصلا تبریک بگید، بگید آفرین، آره خیلی عالی، تشکر کنید، نشون بدید به بقیه که مثلا اگه کسی دیگه همچی کاری کرد، شما نیان بگید که تو نبودی قبلا که یه همچی حرفی زدی، تو الان اینجوری میگید، تو قبلا این بودی، این کارا رو نکنین. تو این موقعیت به ضرر شما تموم میشه. تو این موقعیت همونی هم که اسلحه‌شو میذاره زمین میاد به مردم میپیونده تو خیابونا، همون هم آدم باید قبول بکنه. آره چی میگم، ولی اون مسئله دراز مدته که این چند نفر رو قبلا کشته و اینا، و دیگه دادگاه منصفانه ای که بعد تشکیل میشه، پرونده ها میاد رو کار، یه سری ها میگن ما ببخشید ما اشتباه کردیم، حالا دیگه اون مسئله بعدی، اون الان مسئله الان ما نیست، اون بعد از به وجود آوردن اون سیستم بعدی که میخوان به وجود اون مسئله. اگه میشه اگه نکته هاتم تموم کن که اگه میشه همشه بگم، من همین میخواستم بگم، یعنی خیلی فوکس الان به نظر من الان این اتفاقا داره میفته، ولی روزام میگذره، شما باید اینا نگاه بکنن، 3 هفته دیگه 2 هفته دیگه 1 ماه دیگه 3 سال دیگه همین الانه، شما قبلا زن کار خیلی خوب شما الان دارین میکنین روی این چیزا، یه مقداری همین اعتصابا زیاد بکنن و به خودشون به عادت، یعنی مردم رو ببین، خیابون رو که اینا بتونن قر بکنن، مردم عادی خیلی چیز پیدا میکنن که بیان بیرون. این الان این شروع این مطلبه، ولی اینایی که تو خیابونن الان بتونن نشون بدن که خیابونا رو ما میتونیم قرق بکنیم، مردم عادی بعد میتونن بیان تو خیابون و این میشه اعتراضات میلیونی که دیگه هیچ کس جلوش نمیتونه بگیره.
بله ممنون از شما. من یه بار دیگه هم اول برنامه وسط برنامه الان هم یه بار دیگه میگم، ببینید ما داریم تمام این نکات رو جمع‌آوری میکنیم، یه گوگل داک درست کردیم تمام اینا رو داریم داکیومنت میکنیم جمع‌آوری میکنیم، بعدم که همش کامل شد و راست آزمایشش کردیم اینا رو میخوایم یه پی دی اف بکنیم و بفرستیم برای همه کسایی که ممکنه برایشون این پیشنهاد کاربرد داشته باشه. بهترین روش‌های امنیتی، ارتباط برقرار کردن، چیکار کردن در شرایط دستگیر یا اینکه اگه مجروح شدین چیکار بکنید، گاز با گاز اشکاور اینا چیکار بکنین، همه اینا رو داریم جمع آوری میکنیم، چک میکنیم ببینیم خوب هستن یا خوب نیستن، یه خلاصه شون میکنیم، یه پی دی اف میکنیم میفرستیم برای همه که همه آشنا بشن به بهترین روش ها. من دیدم خیلی ها مثلا پیشنهادای میکنن، یه آدم خیلی خوبی هم بود رو توییتر داشت پیشنهاد میداد اسمش یادم رفته، ولی ندیدم که جای خلاصه و خیلی راحت اینا همه یه جا جمع آوری بشه. الان خیلی بچهای توی تیم ما دارن اینا رو همه جمع آوری میکنن. اگه شما میخواین به این کار کمک بکنید و این پیشنهادها رو مرتب بکنین و یه جا بذارین، این لینک گوگل داکشو از بابک تماس بگیرید، لینکشو ازش درخواست بکنین که شما هم بتونین ادیتور بشین، میتونین کاملا به شکل ناشناس بدون لاگین کردن، یه گوگل داک هست ولی شما میتونین بدون لاگین کردن رو گوگل این فایل رو ادیت بکنین و ما ادیت های شما رو میبینیم و اپرووش میکنیم، با اینکه کاملا ناشناس و ناشناس میتونین انجام بدین. میتونین از انونیمس تب یا پرایوت ویندو هم استفاده بکنین که کاملا مطمئن باشین کسی نمیبینه شما کی هستید. خب بازم بابک یه بار دیگه مگه میشه به همه بگو که چجوری با تو تماس برقرار کنن اگه لازمه که این لینکو بگیرن؟ لینک دسترسی من که خب زیر ویدیوها هست، زیر ویدیوهای یوتیوب، علاوه بر این میتونن به کانال تلگرام خود جمهوری خدایان اگر به ادمین اونم اگر پیغام بدم به دست من میرسه. و مورد دیگه هم اینه که همینجا تو همین کلاب هاوس میتونم به من پیغام بدم و من براشون لینکو ارسال میکنم. زیر یوتیوب همین ویدیوهای یوتیوب هم اگه کسی رو نگاه کنه زیر ویدیو هم پایینش تمام لینک های بابک هست، رو کلاب هست هم اگه هستی خود اکانت بابک رو خب دسترسی داریم میتونیم براش پیغام بفرستیم.